سلام، من الناس هستم. به کانال خوشمزه‌های خونگی من خوش اومدین. بیاین که امروز با هم نون سیر پنیری درست کنیم. تو مرحله اول 220 گرم آرد الک شده، 4 گرم خمیر مایه، 30 گرم شکر، 1/4 قاشق غذاخوری نمک، 1 دونه تخم مرغ و 100 گرم شیر که به دمای محیط رسیده رو با هم مخلوط میکنیم و با 1 قاشق غیر فلزی هم میزنیم. وقتی موادمون خمیری شکل شد و یه خمیر چسبناک به دست اومد، روی میز کار آرد میپاشیم و حدود 5 دقیقه ورز میدیم. بعد از 5 دقیقه ورز دادن، یکم خمیرمون رو باز میکنیم و 30 گرم کره که به دمای محیط رسیده و نرم شده رو داخل خمیر میذاریم و مجدد 10 دقیقه ورز میدیم. حواستون باشه که زمان ورز دادن و مدل ورز دادن این خمیر مطابق کلیپ باشه، چون توی نتیجه تأثیر میذاره. بعد 10 دقیقه داخل سینی فر کاغذ روغنی میندازیم و خمیری که گرد کردیم و میذاریم داخلش. حالا یه ظرف آب جوش میذاریم کنار خمیرمون و خمیر رو بدون اینکه روشو بپوشونیم داخل فر خاموش میذاریم تا 1 ساعت استراحت کنه. در فر رو هم میبندیم. تا خمیرمون استراحت کنه یه مقدار جعفری رو خورد میکنیم. چند حبه سیر رو داخلش رنده میکنیم. یه دونه زرده تخم مرغ داخلش میندازیم و کمی نمک و فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم و کامل هم میزنیم. مقدار سیر و جعفری به دلخواهه، ولی هر چقدر سیرش بیشتر باشه خوشمزه تره. وقتی خمیرمون 1 ساعت استراحت کرد، اونو از فر در میاریم و پف خمیرمون رو میگیریم. بعد آروم آروم خمیرمون رو با دست باز میکنیم، جوری که ضخامتش نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد. حالا یه چاقو که تیغه نسبتاً نازکی داره رو با روغن چرب میکنیم و روی خمیرمون رو مطابق تصویر خط میندازیم. خط ها باید نسبتاً عمیق باشه، ولی خمیر رو پاره نکنه. بعد از ترکیب سیر و جعفری که درست کرده بودیم روی خمیرمون میمالیم، جوری که همه جای خمیرمون رو بپوشونه. بعد هم با گوشه قاشق مقداری از مواد روی خمیر رو داخل بریدگی‌های خمیر می‌مالیم. تو مرحله آخر هم بریدگی‌های روی خمیر رو با پنیر پیتزا پر می‌کنیم. در نهایت خمیرمون رو داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت 15 دقیقه میذاریم بپزه. میتونین روش رو هم گریل کنین تا خوش رنگ تر بشه. اینم از نون سیر پنیری ما. نوش جونتون.